سلام به روی ماهتون. امروز اومدیم با هم دیگه این دلمه های خوشمزه و خوش رنگ و رو درست کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزشمون، اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید، لایک کنید و بریم سراغ آموزشمون. یک دونه پیاز بزرگ رو به صورت نگینی کاملا خوردش میکنیم. مقداری روغن میریزیم تا کاملا سرخ بشه. وقتی که به این حالت در اومدش بهش لپه رو اضافه میکنیم. من اینجا مقدار بهتون نمیگم چون که خب هر کسی میخواد برای یک تعدادی درست بکنه. ولی من تقریبا میشه گفت به اندازه نصف استکان لپه اضافه کردم اینجا. که حالا خودتون میبینین که برام چند تا دلمه در میاد. فلفل سیاه، زردچوبه، دارچین. ادویه هایی هستش که ما برای دلمه استفاده میکنیم. لپه رو کاملا با پیازمون تفت میدیم و ادویه ها وقتی که کاملا سرخ شد و عطر خودشون رو آزاد کردن به این شکل در اومدش، گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنم. اینجا تقریبا من 150 تا 200 گرم گوشت چرخ کرده اضافه کردم که شما میتونید از گوشت درسته هم استفاده بکنید، ولی روش پختش مقدار در تقدم و تأخر گوشت که زودتر بریزیم و دیرتر بریزیم متفاوت هستش. وقتی که کاملا سرخ شد بهش یک مقدار رب هم اضافه میکنیم و کاملا روب رو داخل این مواد سرخ میکنیم تا به این شکل در بیاد. اینجا دو پیمانه من برنج داشتم. برنجم رو از قبل خیس کردم و وارد این مواد میکنم و میذارم بپزه. یک مقدار آب هم بهش اضافه میکنم. در ظرفم رو میذارم و میذارم بپزه. البته قبل از اون مقداری فلفل قرمز و نمک بهش اضافه کردم. کاملا هم میزنیم مواد رو وقتی که نمک رو اضافه کردیم و میذاریم برای پخت. در اینجا برنج و لپه کاملا نباید پخته بشه که حالت له بگیره یا پخته کاملش رو بگیره. باید هنوز جون داشته باشه، یعنی نیم پخت بشه. سبزیه که برای این دلمه استفاده میشه شوید، ریحان، ترخون، مرزه، گشنیز و جعفری هستش که من اینا رو شستم. همونطور که میبینین کاملا خورد میکنم و به مواد دلمه اضافه میکنم. از اینکه همراه ندا لایف بودین تکرار میکنم، ندا لایف هیچ حامی نداره و حامیش توی نوعی هستی که داری این ویدیو رو میبینی و به چند روش میتونی منو حمایت کنی. اگه منو سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، اگر ویدیو رو لایک نکردی لایک کن، و اگر نظری داری که از همه مهمتره و از همه مهمتره اگر نظری داری در مورد ندا لایف و فکر میکنی باعث رشد اون میشه 100% اون رو کامنت کن. بخیل نباش، همه اینها رایگان هستش. ارادتمند شما ندا. خب میریم سراغ بادمجون ها. من بادمجون ها رو کاملا پوست نمی کنم. همینطور که میبینیم به خاطر که قشنگ تر بشه اونا رو به صورت راه راه پوست میکنم. دو روش هسته. شما میتونین هم بادمجون رو سرخ کنین بعد شکمشو پر کنین و هم میتونین بادمجون رو سرخ نکنین که من اینجا سرخ نمی کنم. بعد از پوست کردن بادمجون ها داخل شکمشون رو خالی میکنیم که اون هم روش مختلفی داره. میتونین هم با
قاشق و چاقو این کارو بکنین و هم میتونین با همین وسیله‌ای که من دارم، این یک ابزار آشپزخونه هستش که شما میتونین از همه لوازم خانگی‌ها و ابزار فروشی‌های آشپزخونه تهیه کنین. برای داخل دلمه استفاده میشه که بتونین اون رو خالی بکنید. خب من اینجا براتون دو تا بادمجون رو انجام دادم تا کاملا ببینین و ملاحظه کنین که به چه صورتی باید باشه داخل بادمجون. حالا میریم سراغ گوجه هامون. گوجه ها رو هم به همین صورت، گوجه های بزرگ استفاده میکنیم که داخلش رو بتونیم خالی کنیم و مواد دلمه بریزیم. با همون ابزاری که داریم شما میتونین با قاشق و چاقو هم این کار رو انجام بدین. فلفل دلمه هامونم داخلش رو خالی میکنیم. من از فلفل دلمه زرد، قرمز و سبز استفاده کردم. شما میتونین فقط از سبز استفاده کنین. این کاملا سلیقه‌ای هستش. یک عدد پیاز بزرگ رو همراه با نمک، آب و سرکه به مدت 8 الی 12 دقیقه میذاریم بپزه. نه اینکه بپزه و شل بشه، به اندازه ای که به صورت شیشه‌ای بشه، جنس شیشه‌ای پیدا بکنه تا برای دلمه پیازمون ازش استفاده بکنیم. حالا میریم سراغ پر کردن دلمه هامون. از همون موادی که درست کردیم، برنج و لپه، داخل دلمه گوجه، بادمجون و فلفل دلمه و پیازمون پر میکنیم. اینم از دلمه هایی که ما همشون رو پر کردیم و آمادن برای اینکه بذاریم برای پخت و داخل سس مخصوصش. برای سسش یک دونه پیاز بزرگ رو به صورت خلالی و یا نگینی میکنیم، با مقداری روغن میذاریم کاملا سرخ بشه. وقتی که سرخ شدش بهش رب و ادویه رو اضافه میکنیم که داخل تصویر بهتون نشون میدم.
برای داخل سس دلمه میتونیم از گوجه فرنگی که توشو خالی کردیم و بادمجونی که داخلشو خالی کردیم توی این پیاز سرخ بکنیم و بعد بهش رب هم اضافه بکنیم. من اونا رو استفاده نکردم ولی اینجا فقط رب اضافه میکنم بهش و زردچوبه و نمک و فلفل و ادویه کاری. آبی که میخواییم برای داخل سس استفاده بکنیم از آب جوش استفاده میکنیم و یا اگر آب سرد ریختیم میذاریم کاملا به جوش بیاد، بعدش دلمه ها رو داخلش میریزیم. همطور که داریم میبینین داره قلقلای خیلی ریزی میزنه. نمک هم بهش اضافه میکنیم و بعد دلمه ها رو داخلش میچینیم. دوست خوبم اگر این ویدیو برات مفید بوده سابسکرایب کن، لایک کن و ما رو در ارتقای پیجمون و کانالمون کمک کن با کامنت های زیبایی که میذارین. اگر هم میخواییم بعدن از این پست استفاده بکنین حتما دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنین که اگر پست های جدید اومدش برای شما نوتیفیکیشن بیاد تا متوجه بشین. لایک، سابسکرایب و کامنت های مهربانانه و دلنشینتون رو از ما دریغ نکنید. اینم از دلمه های جذاب و خوشمزه ما. جاتون خالی واقعا عالی شده بود. امیدوارم که شما هم درست کنین و در کنار خانواده و عزیزانتون نوش جان کنید. شما رو به خدای مهربون می سپارم. خدا نگهدار.